عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشید. خیلی ممنون بابت تمام پیام ها و کامنت ها و نظرات زیادی که در سوشال میدیا و ایمیل و جاهای مختلف برای بنده میفرستید و این نشون میده که شما چقدر توجه دارین به این برنامه و از اطلاعاتی که به دستم میرسه خوشبختانه این برنامه خیلی جا افتاده بین همه شما و همین علاقه و اشتیاق شما برای یادگیری تمرین های جدید و نحوه زندگی جدیدی که هدف این برنامه بوده خیلی مؤثر واقع گشته و همینم باعث شده که بنده با انرژی تمام اینا را ادامه بدم و امیدوارم که در آینده هم اثرات این تمرین ها همه گیر بشه و متاسفانه وقتی که از بیرون به کشورهای مختلف نگاه میکنیم خیلی راحت متوجه این نکته میشید که مردم ما متاسفانه نسبت به یه سری از کشورهای دیگه به اندازه کافی تمرین و ورزش نمی کنند و این یک واقعیتیه. هرچند در طی یکی چند سال اخیر یکم بهتر شده، برنامه های مثل همین زنگ سلامت و یا یه سری برنامه های مختلف دیگه که در رابطه با تمرین و ورزش بوده تأثیراتی گذاشته، ولی هنوز هم خیلی کمه. فعالیت های فیزیکی هم همجوری که در یک برنامه خدمتتون توضیح دادم یه نوع ورزشه، منتها وقتی فعالیت فیزیکی زیاد بشه دیگه بیشتر باعث خستگی و کوفتگی بدن میشه. پس به همین خاطر کسانی هم که فعالیت فیزیکی دارن بایستی باز یه سری تمرین ها و ورزش های انجام بدن که اون خستگی و کوفتگی رو از بدن بیاره بیرون. به هر حال پیام ها و سوالات زیادی از شما عزیزان به بنده میرسه که در حد توان اونها را پاسخ میدم و هر از چند وقتی هم یک برنامه مختص سوالات شما عزیزان تهیه میکنم که به طور اختصاصی به چند تا از سوالات بپردازم. بینندگان زیادی در اینستاگرام ما که هست لندن فیزیوتراپی و تلگرام پیام های زیادی برای بنده میفرستند، در یوتیوب پیام های زیادی میاد و همچنین یه سری از افراد از طریق ایمیل میفرستند و اکثر سوالات رو بنده همونجا جواب میدم. ولی خب اینم توجه داشته باشیم که وقتی یک بیماری رو میخواستید درمان بکنیم در فیزیوتراپی، ما بایستی حتما ارزیابی انجام بدیم. ارزیابی فیزیوتراپی هم حدود نیم ساعت زمان میبره. ما تمام هیستوری بیماری شما، گذشته شما و مخصوصا نوع درد، محل درد و اینکه این درد چه اثراتی روی موومنت و حرکت و دامنه حرکتی و یا بافت‌های دیگه گذاشته و همچنین فعالیت‌های روزانه شما، در واقع با یک سری سوال و جواب‌های اینترویویی 10 دقیقه روبی تمام این اطلاعات رو به دست میاریم. بعد تمام پاستچر فرم بدن شما رو معاینه می‌کنیم که ببینیم بر فرض مشکل ژنتیکی نداشته باشین، اختلاف شونه‌هاتون بالا نباشه یا قد پاهاتون بالا پایین نباشه، تمام اینا رو ما اندازه‌گیری می‌کنیم، معاینه می‌کنیم و بعد ده‌ها تست ارتوپدی انجام میدیم که متوجه بشیم شما چه آسیبی دارین، که تمام این پروسه همون در واقع ارزیابی فیزیوتراپی هست و در نهایت از بین ده‌ها آسیبی که بر فرض برای شونه میتونیم یکی داشته باشه میگیم خیلی خوب این شخص بر فرض مفصل شونش آسیب پیدا کرده یا مفصل کلاویکولا آسیب پیدا کرده یا روتیتر کافه یا آرتروز گردن داره یا نه به خاطر فرم شونه هاش این آسیب به وجود اومده و یا نه به خاطر کار کامپیوتره، یکی تنیس بازی میکنه، به هر حال یکی فوتبال بازی میکنه میفته رو زمین، تمام اینا رو تو اون ارزیابی به دست میاریم و بر مبنای تشخیصمون و مدارک و اطلاعات دیگه هم که بیمار داشته باشه برنامه درمانی تهیه میکنیم و بر مبنای اون برنامه میریم جلو و هر جلسه که شما میایین یکم بهتر میشین تا در نهایت به فول ریکاوری و یا بهبودی کامل میرسید. خب پس اینو به این خاطر توضیح دادم که اولا متوجه باشین وقتی پیش همکاران فیزیوتراپیست میریم بایستی قشنگ نیم ساعت شما رو ارزیابی بکنه و همینجا یک داخل پرانتز هم اشاره بکنم که هر جایی مخصوصا برای هوم ویزیت وقتی کسی پیش شما میاد با عنوان فیزیوتراپیست یا میریم مطب همکاران،
هیچ ایرادی نداره یا بایستی کارت شناسایی و عضویت اونها در اونجا قاب شده باشه و در روی دیوار باشه که شما ببینید آقای نوید محمدزاده فیزیوتراپیست شماست و یا کارت شناساییشو اگه کسی نداشت اونجا ازش بخواین. هیچ تعریفی نداره. یه مطب میریم 5 تا 6 تا فیزیوتراپیست کار میکنن، راحت دو تا اون تو میتونن منشی باشن. پس وقتی که یکی میاد خونتون یا میری مطب، همیشه کارت شناسایی رو بخواین. این حتی از طرف انجمن فیزیوتراپی هم مرتب توضیح داده میشه، چرا که متاسفانه در مملکت ما خیلی هستن فیزیوتراپیست نیستن ولی خودشون جای فیزیوتراپیست جا میزنن و اینم تعجب نداره دیگه به خاطر شرایطی که داریم خیلی از این کارها میکنن. پس همیشه مطمئن باشین که اون شخصی که شما رو درمان میکنه فیزیوتراپیسته. به هیچ وجه نذارید یه نفر منشی شما رو درمان بکنه، حتی اون برق ساده رو هم نذارید منشی بذاره روی بدن شما، چرا که همون جای گذاشتنش هم مهمه، مقدار درجه اون برق خیلی مهمه، اولتراساوندی که میذاره روی زانوی شما یا روی شونه شما باعثی فیزیوتراپیست انجام بده. پس تعارفاتو بذارین کنار. یه دفعه فیزیوتراپیست اومد بچه‌م دیگه رفتین نبود، یه نفر دیگه بود، نذارید به بدن شما، چرا که میتونه خیلی وقتا آسیب‌های جدی برسونه و در ضمن حق شما، شما یا خودتون پول میدین یا بیمه میده. پس به این مسائل هم توجه خاصی داشته باشین، مخصوصا برای هوم ویزیت و مخصوصا اینکه مطمئن باشین اون شخصی که شما رو درمان میکنه منشی نیست. خب بینندگان زیادی مطالب زیادی میفرستن. یکیشون یه آقای عزیزی به اسم حسین، تمام تمرینایی را که بنده اینجا نشون دادم برای آسیب‌های شونه و کمر و زانو که متأسفانه در خیلی از مردم دو سه تا آسیب دارن، اینا را انجام داده و فیلم گرفته و برای بنده فرستاده که خواستن هم ببینم به طور خوبی انجام میدن یا نه، و اگه نکته ای هست بهشون بگم. و ده ها بیننده دیگه گفتن حتی ما این کلیپ ها رو برای دوست و آشناهای دیگه هم میفرستیم که خیلی استفاده میکنن. در اینجا کلیپ اول رو براتون میذارم و نشون میدم که ایشون قشنگ روی تمرینی که روی بالانس بورد ما انجام میدادیم، یادم گفتم اگه نبودم یه بالش بذارید روی بالش وایسین که اینجا داره میبینید بالش رو گذاشته زیر پاش و خیلی خوب داره این تمرین بالانس رو انجام میده، واقعا خیلی خوب انجام میده. و این تمرین عزیزان هم برای مچ پاتون خوبه، هم برای ارزن بازروتون زانوتون خوبه و هم برای دستاتون خوبه که دست هم در اون حالت کار میکنن. یکی بعدی زانوهاشو میاره به دستاش میزنه که باز اینو اینجا نشون دادم خیلی خوب انجام میدن و خیلی تمرین مفیدیه. تمرین بعدی که دارن انجام میدن روی میز آشپزخونهشون نشستن و پاهاشون یکی یکی میارن بالا و پایین که اینم باز برای زانو درد خیلی خوب و مفید هست که خیلی هم به طور خوبی دارن انجام میدن. تمرین بعدی رو یه وزنه چیزی گرفتن دستشون و به بغل خم میشن، بعد به جلو عقب میبرن که اینا تمرین کور استابیلیتیه خیلی، و بعد با باز دستاتون رو میبرن به چپ و راست و پاها رو میارن بالا، یکم تند انجام میدن. البته تند خوبه، منتها در اون اوائل یکم یواشتر انجام بدین، حالا احتمالا فیلم میگیرن دیگه یکم خواستن زود انجام بدن. و تمام تمرینای پا رو میاره بالا و میبره پایین و بعدش هم میچرخه رو جلو و آخرش هم که همیشه میگم چند تا شنا هم برین به خوبی انجام میده این حسین آقای عزیز، که واقعا ببینید این که باسن رو میبره چپ و راست، اینا خیلی تمرین های مفید و خوبیه که ایشون مشخصه که چندین هفته انجام داده که به اینجا رسیده. بعدش هم که پلنک رو انجام میده و تمام مو به مو تمرین های بنده رو اجرا کرده. واقعا من وقتی این کلیپ رو دیدم لذت بردم که علاوه بر این که نشون میده چقدر این برنامه جا افتاده، بلکه به مرحله اجرایی رسیدیم دیگه. و بنده بچم کششی ها رو در آخر نشون میده که خیلی جای خوشحالی داره. همجوری که بنده وقتی که از حدود یه سال پیش اومدیم برنامه رو از مطب انجام دادیم و تهیه کردیم، اینو مطمئن بودم که
این مرحله خواهد رسید. ولی اگه اون برنامه های استودیو نبود، اگه اون 50 60 تا شاید 100 تا برنامه که بنده مقاله های مختلف آوردم برای شما آنالایز کردم و بررسی کردم نبود، الان این بیننده این تمرین رو انجام نمیداد. چرا که کاری که بنده کردم این بود که فرهنگ تمرین درمان رو در کشورمون زنده کردم. چرا که قبل از اون حتی یک بیننده نوشته متأسفانه رفته پیش یکی از همکاران میگه اینا اینقدر منو ترسونده بودن که فکر میکردم من نباید اصلا تکون بخورم. بنده یه بیماری داشتم با تنگی کانال نخاع تشخیص داده شده بود تو ایران که اومدن اینجا و ایشون به قول خودش میگفت میرفتم مطب فیزیوتراپی که همه وزیر وزرا میومدن اونجا، ولی همونجا هم حتی دریغ از یک تمرین. این فرد 60 ساله وقتی اومد باور کنید اینجوری راه میرفت، وقتی که من بهش میگفتم راهشو میگفت نمیتونم. وقتی که بعد 3-4 هفته تمرین ها رو انجام دادیم و بنده این بار وزن برداری گفتم بالا بیار بالا اینجوری واستا، همچین با تعجب منو نگاه کرد. بنده اینو به اونجا رسونده بودم و میدونستم میتونه، که بعدن فرداش از خونه باز به من زنگ زد گفت من باورم نمیشه، منی که میرفتم 3 سال تمام برق میذاشتن و لیزر و شاکویو و نمیدونم از این دستگاه ها و من جرأت نمیکردم خم و راست بشم، الان 1 ساعت ورزش میکردم و همین الانشم هر وقت میاد لندن که هنوزم اینجاست به خاطر قرنطینه اینجاست، بنده خبر دارم هفته 4-5 ساعت میره ورزش میکنه یا تو خونه یا تو جیم. پس ببینید بینندگان عزیز، این برنامه به جایی رسید که داره فرهنگ کشور ما رو مثل کشور اروپایی میکنه. مردم زانو درد و تمرین اول انجام میدن. چرا که 7-8-10 تا مقاله در رابطه با اثرات تمرین روی زانو درد براتون نشون دادم، چندین مقاله برای کمردرد، چندین مقاله برای و مردم ما فهمیده هستن، مردم ما باهوشن، وقتی که بدونن راه حل هایی به این سادگی با تمرین میتونه زانوشون رو خوب بکنه، کمرشون رو خوب بکنه، خب نمیرن 6 کیلو قرص بخورن که تو 60 سالگی همه سرطان میگیرن به خاطر این قرص ها، نمیرن جراحی بکنن وقتی که ببینن با تمرین خوب میشه و اکثر جراحی هم موفقیتشون 50-50 است. بنده بازم بگم مخالف جراحی و قرص و دارو نیستم، اونها نجات دهنده جان ما هستن، ولی به موقعش. تمام اکسپرت ها متخصصین میگن وقتی که آرتروز زانو گرفتی اول بایستی بری فیزیوتراپی و تمرین انجام بدی، بعد اگه خوب نشد مراحل بعدی که شامل اینجکشن و جراحی و غیره هست. پس این برنامه خوشبختانه تأثیرات خیلی بسزایی داشته و شما هم خیلی خوشحالم که به این خوبی، انگار از اینقدر مقدار پیام ها زیاده، تشکر و قدردانی زیاده که بنده اصلا نمیخوام وارد اونا بشم و نتیجهش رو دیدم که اینا رو میگم به خاطر همینه که دوست دارم شما هم ادامه بدین، بینندگان جدید و افرادی که تجربه تمرین رو نداشتن تا اثراتش رو ببینید. البته تمرینم با اصول باشه، برای همون بنده برفت برای کمردرد 10-15 تا برنامه دارم و تمرین اینجوری نیست که شما با دیسک کمر بپری بالا پایین، نه، بایستی مرحله به مرحله بریم جلو که بنده برای اینها تمام مرحله به مرحله برای کمر درد از صفر مطلق شروع کردیم، کسی که روی تخت خوابیده برای زانو درد همونجور. خب تمرین بعدی رو که این بیننده فرستاده روی بال که باز نشون دادیم، یه پاشو میاره بالا نگه میداره، خیلی خوب انجام میده حسین آقا، واقعا لطف کردیم به این خوبی انجام میدی و نتیجهش رو دیده واقعا که خیلی خوشحالم که ایشون به این خوبی انجام میده. و یکی بعدی هم که خدمتتون عرض بکنم نشون بدم، تمرین های گرم کننده هستن که باز من ترتیب ویدیو رو به هم خورد. و نکته‌ای که میخوام بگم اینه که حالا یه وایس یک کوچیکی هم از خودشون بذارم براتون بشنویم که ضمناً اینم یادم رفت خدمتتون عرض کنم که من کانال شما رو به خیلی معرفی کردم و مشوقشون هستم و اینکه براشون توضیح میدم و
اثراتش رو خودم بهشون توضیح میدم، چون وضعیت من از قبل دیده بودن که چه مشکلاتی داشتم، کمر دردم باعث شده بود که زمین گیر بشم، تو رخت خواب باشم، و الان که وضعیتمو میبینن همه پی به اهمیت قضیه بردن و تشویقشون میکنم که بیشتر ادامه بدن کارا رو. ممنون، با اجازت. خب پس ببینید بینندگان، علاوه بر پیام هایی که از طرف شما میاد، علاوه بر مطالبی که در جاهای دیگه می نویسید و می فرستین، صدها مقاله هم بنده برای شما نشون دادم که چقدر مؤثرن این تمرین ها. خب یه بیننده دیگه نوشتن کمردرد داشتن، پام خواب می رفت، رفتم دکتر امارای از ستون فقرات هم گرفت، دکتر گفت در ستون فقرات تنگی نخا داری، آمپول و کمربند مسکن تجویز کرد، ولی چون من برنامه شما رو دیده بودم نزد دکتر فیزیوتراپ رفتم، ایشان یک سری ورزش های مانند ورزش های شما دادم و گفتن اگر اون انجام ندم حتما روی ویلچر میشینی، و در ضمن زانوی راستم درد داشت ولی پس از یک سال ورزش میکنم درد زانوم هم برطرف شد، کمردرد نیز 90% بهتر شده، در ضمن معالجه رو از برنامه شما دارم و به دوستانم هم توصیه میکنم برنامه شما رو تماشا کنن و ورزش هایی که به من دادن برایتون میفرستم، چون من امروز تولد 84 سالگیم را جشن میگیرم. بیننده محترم، از شما هم خیلی متشکرم که لطف کردین و این مطالب رو میفرستین. یه بیننده دیگه گفتم بنده با سلام، بنده کاردرمانگر هستم، عضو گروه همکارای شما، از یک هفته پیش سرفه‌های خفیفی میکردم و 5 روز پیش احساس بویایی رو از دست دادم و چون بیحالی زیادی داشتم احتمال دادم به کرونا مبتلا شدم. تمرینات تنفسی را که در 26 اسفند ماه داده بودید سیف کرده بودم، خیلی کمک کننده بودم، با تشکر از شما. یه در این ایام کرونا و قرنطینه هستیم، حتما بنده 2 تا برنامه برای کرونا ارائه دادم، البته 5-6 تا، 2 تاش مخصوص تنفسی و سالفمینا بود، حتما اونا رو برین تو کانال تلگرام و یوتیوب ما ببینید و سیو کنید، مثل این بیننده که همکارمون هستن، خیلی ممنونم ازشون و آرزوی سلامتی دارم. اینها به دردتون میخوره، وقتی که شما مشکل پیدا میکنه با تمرینات تنفسی شما میتونید خیلی کمک کنید به خودتون، به اکسیژن رسانی به بافتا و بدن، و از همه مهمتر با تکنیک های سرفه این خلط و مکوس رو از ششتون تمیز بکنید. خیلی ممنون از این همکار عزیز. خب یه بیننده دیگه باز خیلی تشکر کردن، از مشکلات و ناراحتی هاشون گفتن که گفتن ذره آرامش رو نداشتم و مرتب درد میکشیدم، و گفتن اما با تماشا و انجام تمرین های ویدیوی شما درد زانوی من کاملا تسکین پیدا کرده، تازه هر روزم انجام نمیدم، این نشان از استادی و درایت و علم شما دارد که با یک حرکت اون هم از آموزش از راه دور تسکین پیدا کردم. معذالک چنانچه کسی در حد خودتون در تهران میشناسید لطفا معرفی بفرمایید. خیلی ممنون از شما بیننده محترم که لطف کردین و پیام محبت آمیزی فرستادین، و خیلی خوشحالم که زانوی درد شما هم خوب شده. بینندگان عزیزی هر از گاهی سوال میپرسن که یک همکاران در داخل معرفی بکنم، بنده خیلی از همکاران در داخل از راه دور میشناسم و به همشون ارادت دارم، همکاران خیلی با اخلاق و خوب و با علم خوبی هستن، ولی متاسفانه چون کارشون از نزدیک ندیدم و بیماران زیادی هم این سوالا رو میپرسن، کلا تصمیم گرفتم برای اینم جوابی ندم بهتون، چون نمیشناسم راستشون، کارشون رو از نزدیک ندیدم. ولی تا جایی که میدونم فیزیوتراپی در ایران چون از طریق کنکور باید رتبه بالایی داشته باشی، همه افراد باهوش و با استعداد و از علم و توانایی بالایی برخوردارن، با خیلی راحت میتونیم بریم پیششون، ولی اگر رفتین یک جایی دیدین بعد 4-5 جلسه بیماریتون بهتر نمیشه، دیگه جای سوال داره، ببینید که آیا کاری که انجام میده درست هست یا نه، و یا اینکه آیا در کنار اون مدالتی و برق و اولتراساند و لیزر استفاده میکنه 4 تا تمرین هم بهتون میده یا نه، آیا ارزیابی رو انجام داد یا نه، یا هر 2-3 جلسه یه 2 دقیقه میشینه باهاتون حرف بزنه که زانوتون چطوره، بهتر شده بهتر نشده، یا شما رو مرتب تمریناتون رو آپگرید میکنه و سختتر میکنه، یا پیش شما وای میست تمرین رو انجام میدین، یا نه میده 2 تا تمرین بهتون میده انجام میدین و خودشم میره
با مریض دیگه مشغوله. اگه اینجوری بود دیگه بایستی شما سوال بکنید و اون موقع است که دیگه خودتون متوجه میشه این فیزیوتراپیست خوب هست یا نه. وقتی که دردتون خوب بشه یعنی اون فیزیوتراپیست خوب بوده. وقتی که تونستین از پله میرین بالا پایین بیاین بدون مشکل رفتین، اون نشون میده که فیزیوتراپیستتون خوب بوده. خب خیلی ممنون از نظر این بیننده عزیز. یه پیام دیگه براتون بخونم. نوشته ایشون هم خیلی لطف کردن و نوشته به لطف شما جسارت پیدا کردم ورزش ها رو انجام بدم، ترسم بریزه، تصمیم گرفتم باشگاه برم. واقعا زندگی بدون درد چقدر خوبه. از ته دل براتون دعا میکنم که الهی همیشه تنتون سالم و سلامت باشه. خواست خدا بوده که شما رو پیدا کنم. از زحمت هایی که میکشید ممنونم و خسته نباشید. خیلی ممنون از این بیننده عزیزم که این همه محبت کردن. بنده هم واقعا خوشحالم که این برنامه رو شروع کردم و به اینجا رسیده و امیدوارم که همه مردم ما، حتی اینایی هم که بیمار نیستین، باعث این تمرین ها رو انجام بدین، مخصوصا در این ایام مشکل و سخت قرنطینه که فعالیت هامون کم شده. پس ببینید بینندگان عزیز، این چند تا کامنت و سوال و پیامو که برای شما خوندم و این فیلم این بیننده رو که نشون دادم، خواستم یه بار دیگه تأکید شده باشه به اینکه این تمرین ها زندگیتون رو از این رو به اون رو میکنن. شمایی که زانو درد داری نمیتونی از زمین پاشی، شمایی که زانو درد دارین نمیتونین از روی صندلی پاشین بشینید، یا نمیتونین برین تا سر کوچه خرید کنید بیایید، بایستی این تمرین ها رو انجام بدین. حتی داروی هم بهتون داده دکتر، یا منتظرین برین جراحی هم بکنید، معمولا دو سه ماه طول میکشه تا نوبت جراحی شما برسه، شما این تمرین ها رو انجام بدین. تمام مقالات روز دنیا یکی دو ده هست که به تمام بیماران میگن شما قبل از جراحی هم بایستی دو سه ما تمرین انجام بدین. چرا؟ چون اون تمرین بایستی این بافتا را قوی بکنه تا بعد جراحی زودتر بهبود بشین. و جالبه وقتی که به همین ایده اومدن تمرین را انجام دادن، دیدن خیلی از این بیماران دیگه احتیاج به جراحی ندارن، یا بعد جراحی باز شما تمرین لازم دارین که به اون فانکشنال، در واقع به اون لول فانکشن برسین، بتونین کارهاتون رو انجام بدین. اینه که شواهد و تجربیات خیلی خیلی زیادی هست که نشون میده تمرین چقدر مؤثره و این شما هستین که بایستی همت بکنید، بایستی شروع بکنید. همون کسی هم که روی تخت دراز کشیده میتونه ده ها تمرین انجام بده بدون هیچ حرکت و پاشدن از روی تخت. پس برین به کانال های مختلف ما، یوتیوب، تلگرام، مال سایت تلویزیون، این برنامه همه آرشیو شده. الان دیگه 250 خورده برنامه براتون ارائه دادم. اینا رو لطفا ببینید و استفاده بکنید. چرا؟ به همین راحتی. اگه اون زانوتون هم خوب نشه هیچ ضرری نکردین، شما به سلامتیتون کمک کردین، کمک کردین که قند دیر بگیرین، فشارات خونتون دیر بره بالا، نمیدونم کلسترولتون بالا نره. پس تمرین همیشه برای همه لازمه. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. خیلی ممنون از نظرات و پیام های شما. هر انتقاد و پیشنهادی دارید و یا سوالایی دارید، باز از طریق تلگرام و غیره برای بنده بفرستید، در برنامه های آتی بهشون پاسخ خواهم داد. شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.